ما تونستیم صحت بعضی از ویدیوهایی که در ساعت اولیه بعد از حمله منتشر شده رو تایید کنیم. بعضیشون که از زوایای مختلف ضبط شده بودن رو کنار هم بذاریم. مثل اگر که همکارای من بتونن تصویر اول رو نشون بدن که تصویری هستش که از چند زاویه مختلف گرفته شده و ما تونستیم این تصویر رو کنار هم بذاریم و اینجا الان میبینیم که مسجد هستش ولی همزمان این از یک حمله هستش ولی از دوربین های مختلف این حمله ضبط شده و داریم میبینیم که سیستم دفاع موشکی اسرائیل پرتابه هایی که از طرف ایران پرتاب شده رو در واقع در میانه یه راه منفجر میکنه اسرائیل گفته که از 300 پهباد و موشکی که ایران شلیک کرد فقط تعداد معدودی منهدم نشدند که در نتیجه پایگاه هوایی نواتیم آسیب دید این پایگاه در این نقطه قرار داره این یک تصویر ماهواره ای هستش از این پایگاه که مربوط به تابستان پارساله ما چند ویدیو هم به دستمون رسیده که گفته میشه مربوط به لحظه هدف قرار گرفتن این پایگاهه اما هنوز داریم بررسیشون میکنیم تا مطمئن بشیم که مربوط به همین پایگاه هستن یا نه ما نمیدونیم ایران دقیقا از چه موشک های بالستیکی برای حمله به این پایگاه هوایی استفاده کرده اما تلویزیون دولتی ایران موشک اماد رو در توضیح این حمله نشون داده برده این موشک 2000 کیلومتره و این نقشه نشون میده که چنین موشکی تا کجا میتونه بره و چه مسیری رو میتونه طی کنه اما تلویزیون دولتی ایران و همینطور رسانه های نزدیک به حکومت تصاویر رو نشون دارن که اصلا مربوط به دیشب نبوده مثلا خبرگزاری مهر و روزنامه ایران این تصویر رو در حسابشون در توییتر منتشر کردن و شبکه خبر هم بارها نشونش شد با این توضیح که این تصویر مربوط به حمله به پایگاه هوایی اسرائیل در نقب بوده در حالی که بررسی های ما نشون داده که این تصویر آتش سوزی در شیلی هستش این تصویر هم که بارها به غلط ادعا شده که مربوط به حمله دیشبه در واقع مربوط به اکتبر 2023 یعنی چند ماه پیشه و این تصویر که گفته شده که فلسطینی هستند که دارن بعد از حمله ایران در مسجد الاقصا جشن میگیرن مربوط به هفته پیشه و ربطی به دیشب نداره البته تصاویر گمراه کننده و جلی فقط در رسانه های ایران منتشر نشده این بخشی از یک ویدیوی تبلیغاتی از که ارتش اسرائیل منتشر کرده آخر این ویدیو یک تصویر نشون میده که ادعا میکنه که از حمله ایران روش نوشته که این حمله چهره واقعی ایران رو نشون داد در حالی که این تصویر مربوط به ده سال پیشه و از یک موشک انداز روسیه در زمانی که افزایش تنشا انتشار اخبار و تصاویر جلی رو هم بالا میبرند لزوم تشخیص اونها و ارائه اطلاعات دقیق رو بیشتر میکنه